همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی با ما همراه شده که بیشتر به این مسئله بپردازیم. شاهد اعتراض های مردمی در سالهای اخیر در ایران خب چیز کم سابقه نبوده. اما به جز در مواردی مثل, مثل مثلا آبان 98 کمتر یه شکل سراسری به خودش گرفته. چرا پراکنده مونده این اعتراض ها در ایران؟ خب در واقع چند علت مشخص داره از جمله این علت ها این هست که دستگاه سرکوب به شیوه مؤثری عمل کرده به شیوه مؤثری یعنی این که تونسته بخشی از مردم رو بترسونه از عواقبی که اعتراضات داره ما میدونیم که در هر حال اعتراضات مردمی هزینه داره کسانی که معترض میشن برآوردی از این هزینه ها دارند وقتی دستگاه سرکوب به شکل بی‌رحمانه عمل میکنه بخشی از همون معترضان با برآورد این هزینه ها در اعتراض کردن مقداری محتاط میشن و این اعتراض جزیره ای کمتر شانس پیدا میکنه که به یک اعتراض گسترده بدل بشه این یک فاکتور فاکتور دوم در واقع مسئله فقدان جامعه مدنی نهادهای مؤثر جامعه مدنی است حکومت در همه این سال تلاش کرده که نهادهایی رو که در جامعه مدنی میتونند مردم رو به هم پیوسته نگه دارند از بین ببره سرکوب کرده با انواع مختلف امکان هر نوع تشکل بندی رو در حدی تضعیف کرده که حتی نهادهای خیریه مثل نهاد امام تحمل نمیشن نکته سوم در واقع اون شکاف هست که در سطح گفتمانی در بین مردم وجود داره برای بخشی مسئله اقتصادی برای بخشی مهمی از مردم مسئله اساسی هست اما بخشی هم که فکر میکنن در این شاید هنوز امکان در واقع تأمین حد اقلی رو دارن هم پیمان و همگام نمیشن با اون کسانی که معترض هستن به

به یک معنا سرکوب اقتصادی پیوسته یک بخش چهارمی هم وجود داره به کوتاهی بگم بخش گفتمان اصلاح طلبی حکومتی هست این گفتمان در این سالا جا انداخته که با رفتن جمهوری اسلامی اونچه چه اتفاق خواهد افتاد سوریه شدن یا عراق شدن ایران هست جنگ های خونین در خواهد گرفت مردم دیگر خواهند کشت بمبگذاری خواهد شد حکومت ترور غالب میشه این طبیعتا بخشی از مردم میترسونه از این چه؟ از اینکه بدون برآورده دقیق از آینده بخوان در واقع در این حال که اعتراض دارن مخالف حکومت هستن بخشی از اعتراضات بشن به این ترتیب این چهار عامل رو من فکر میکنم موثر بوده برای اینکه اعتراضات گسترده کمتر شاهدش باشیم علی رغم نارضایتی عمیق در لایه های مختلف اجتماعی اما این به این معنا نیست که در آینده آه. این فاکتورها میتونن همچنان موثر باشن برای اینکه اعتراض گسترده نداشته باشیم شاید خود اشاره کردی یکی از این وجوه در واقع بچه اقتصادی هست که شاید فرش قالب این اعتراض ها هم باشه که به در واقع کم و کاستی های معیشتیشون دارن اعتراض میکنن به این ترتیب یا میتونیم بگیم که اگر بهبودی در وضعیت اقتصادی در واقع ایجاد بشه این میتونه باعث بشه که خالی بشن خیابان ها از معترضان در, 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 کوتاه مدت بله در کوتاه مدت طبیعتا چون بخش وسیع از اعتراضی که ما میبینیم در ماها و سالهای گذشته اعتراض قشرهای مختلف طبقات مختلف اجتماعی و در واقع اصناف مختلف بوده به اون فشارهای اقتصادی که بهشون تحمیل شده حتما میشه, میشه این برآورد رو داشت که اگر بهبودی گشایش اقتصادی صورت بگیره در کوتاه مدت خیابانها خالی از ماترزین خواهد, بود خواهد شد اما چون میدونیم بحران در جمهوری اسلامی ساختاریه جمهوری اسلامی بحران مشروعیت داره بحران مقبولیت داره و به لحاظ فرهنگی اقتصادی و سیاسی ناکارآمد هست به این ترتیب در میان مدت باز هم معترضان به خیابان ها خواهند اومد در اعتراض به تمام اون هایی که در حوزه دیگر خواهند دید یعنی همون مردم فقیر هم وقتی در واقع دغدغه نان شبشون به یک معنا برطرف بشه سایر دغدغه هایی که مرتبط با زندگی اجتماعی و آینده فرزندانشون هست آینده این مملکت هست همچنان باش درگیر خواهند بود و طبیعتا چون جمهوری اسلامی به نظر میرسه قابلیت حل اونها رو نداره به لحاظ ساختاری باش در هم ت... اینقدر در هم از با این بحران نمیشه از اونجا داشت کرد باز هم اعتراضات سر بر مرسی شاهد همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده همراه ما متشکرم